عادت‌های اتمی فصل 12 قانون کمترین تلاش. دایموند، انسانشناس و زیستشناس، در کتاب خود اسلحه، میکروب و فولاد یک واقعیت ساده را بیان می‌کند. قاره‌های مختلف اشکال مختلفی دارند. در نگاه اول این جمله به نظر آشکار و بی اهمیت است، اما در واقع تأثیر عمیقی بر رفتار انسان دارد. محور اصلی آمریکا از شمال به جنوب است. این یعنی اقلیم آمریکای شمالی و جنوبی تمایل دارند تا قد بلند و لاغر باشند و نه پهن و چاق. این مطلب درباره آفریقا هم صدق می‌کند. اما این موضوع در زمین‌هایی که اروپا، آسیا و خاورمیانه را تشکیل می‌دهند برعکس است. طبق گفته های دایموند، این تفاوت در شکل نقش بزرگی در گسترش کشاورزی در قرنهای گذشته داشته است. هنگامی که کشاورزی در سراسر جهان گسترش پیدا کرد، مسیر شرق غرب برای کشاورزان نسبت به مسیرهای شمال جنوب راحت تر. دلیل این است که مکانهای با عرض جغرافیایی مشابه، عموماً آب و هوای مشابه، میزان نور خورشید مشابه و بارندگی و تغییرات فصلی مشابهی دارند. این عوامل به کشاورزان اروپا و آسیا اجازه داد تا تعدادی از محصولات کشاورزی را بشناسند و آنها را در طول تمام زمین از فرانسه تا چین پرورش دهند. از طرف دیگر، هنگام سفر از شمال به جنوب، شرایط آب و هوایی متفاوت است. فقط تصور کنید که هوا در فلوریدا نسبت به کانادا چقدر متفاوت است. شما می توانید با استعدادترین کشاورز جهان باشید، اما نمی توانید در زمستان کانادا پرتقال بکارید. برف یک جایگزین ضعیف برای خاک است. کشاورزان به منظور پخش محصول در امتداد مسیرهای شمالی جنوبی باید هر زمان که آب و هوا تغییر می‌کرد، گیاهان تازه‌ای را پیدا و آنها را کشت می‌دادند. در نتیجه کشاورزی در دو منطقه آسیا و اروپا 2 تا 3 برابر سریع‌تر از آمریکا گسترش یافت. در طول قرن‌ها این تفاوت کوچک تأثیر بسیار زیادی داشته است. افزایش تولید مواد غذایی به رشد سریع جمعیت کمک کرد. این فرهنگ ها با افزایش تعداد جمعیت توانستند ارتش های قوی تر را بسازند و برای توسعه فناوری های جدید مجهزتر شدند. این تغییرات از چیزهای کوچکی شروع شد. محصولی که اندکی بیشتر گسترش یافت و جمعیتی که کمی سریع تر رشد کرد. اما در طول زمان به تفاوت‌های قابل توجهی منجر شد. گسترش کشاورزی نمونه‌ای از قانون 3 تغییر رفتار در مقیاس جهانی است. عقیده عمومی بر این است که انگیزه کلید تغییر عادت است. شاید اگر شما واقعاً چیزی را می‌خواستید، می‌توانستید آن را انجام دهید. اما حقیقت این است که انگیزه واقعی ما این است که تنبل باشیم و کار راحت را انجام دهیم. انرژی گرانبهاست و مغز می‌خواهد در هر زمان آن را حفظ کند. طبیعت انسان پیروی از قانون کمترین تلاش است. این قانون یعنی هنگام تصمیم گیری میان دو گزینه مشابه، مردم به طور طبیعی به سمت گزینه‌هایی می‌روند که نیاز به کمترین تلاش دارد. به عنوان مثال، شما مزرعه خود را به سمت شرق گسترش می دهید تا بتوانید محصولات مشابهی را پرورش دهید، تا اینکه به سمت شمال جایی که آب و هوا آنجا متفاوت است بروید. از بین تمام اقدامات احتمالی که می توانیم انجام دهیم، ما کاری را انجام می دهیم که بیشترین ارزش را با کمترین تلاش برای ما به همراه دارد. ما انگیزه داریم تا کاری را انجام دهیم که آسان است. هر اقدامی نیاز به مقدار مشخصی انرژی دارد. هرچه انرژی بیشتری مورد نیاز باشد، احتمال رخ دادن آن کار کمتر می شود. اگر هدف شما این است که در هر روز 100 حرکت شنا انجام دهید، این کار به انرژی زیادی نیاز دارد. در ابتدا زمانی که انگیزه دارید و هیجان زده هستید، برای شروع کردن انرژی و نیرو دارید.
اما پس از چند روز چنین تلاش عظیمی برایتان خسته کننده می شود. در این حال عادت انجام یک حرکت شنا در روز تقریباً به هیچ انرژی نیاز ندارد و هرچه عادتی به انرژی کمتری نیاز داشته باشد احتمال رخ دادن آن بیشتر می شود. نگاهی به رفتارهایی که بیشتر زندگی شما را پر می کند بیاندازید و می بینید که می توان این کارها را با انگیزه بسیار پایینی انجام داد. عادتهایی مانند مشغول شدن با گوشی، چک کردن ایمیل و تماشای تلویزیون وقت بسیار زیادی از ما می گیرند، زیرا ما این کارها را تقریباً بدون هیچ تلاشی انجام می دهیم. انجام دادن این کارها واقعاً راحت هستند. از یک نظر هر عادت تنها یک مانع برای رسیدن به چیزی است که واقعاً می خواهید. رژیم غذایی مانع تناسب اندام پیدا کردن است. مراقبه مانعی برای آرامش است. نوشتن در دفترچه یادداشت مانع تفکر واضح است. شما واقعا خود عادت را نمی خواهید. آنچه که واقعا می خواهید نتیجه عادت است. هرچه مانع بزرگتر باشد عادت سخت‌تر می شود و استحکاک بیشتری بین شما و حالت مطلوب شما پیدا می شود. به همین دلیل است که باید عادتهایتان را بسیار آسان کنید تا حتی وقتی حالش را هم ندارید باز هم آن کارها را انجام دهید. اگر بتوانید عادتهای خوبتان را راحت تر کنید احتمال انجام آنها بیشتر می شود. اما در مورد تمام لحظاتی که به نظر مخالف آن را انجام می دهیم چطور؟ اگر ما خیلی تنبل هستیم پس چگونه می توان انجام کارهای سخت مانند بزرگ کردن فرزندان یا شروع کسب و کار و یا صعود به کوه اورست را توضیح داد؟ مطمئناً شما قادر به انجام چیزهای بسیار سختی هستید. مشکل این است که برخی از روزها احساس می کنید کار سختی را انجام دهید و برخی روزها حس و حال انجام آن کارها را ندارید. در روزهای سخت بسیار مهم است که چیزهای زیادی به نفع شما باشند تا بتوانید بر چالش‌های طبیعی زندگی غلبه کنید. هرچه با استحکاک و ناسازگاری کمتری روبرو باشید، راحت‌تر می‌توانید خود قویتان را نشان دهید. ایده آسان کردن عادت‌ها تنها به معنی انجام کارهای آسان نیست. ایده این است که در لحظه انجام کارهایی را تا حد امکان آسان کنید که در بلند مدت بازدهی داشته باشند. چگونه با تلاش کمتر به چیزهای بیشتری برسیم؟ تصور کنید که یک شلنگ باغبانی در دستتان است که از وسط خم شده است. از درون شلنگ کمی آب میتواند جریان داشته باشد اما نه خیلی زیاد. اگر می‌خواهید میزان آب خروجی را از طریق شلنگ افزایش دهید، شما دو گزینه دارید. اولین گزینه این است که شیر آب را بیشتر باز کنید تا آب بیشتری جریان داشته باشد. دومین گزینه این است که شلنگ را صاف کنید تا آب خروجی جریان طبیعی داشته باشد. تلاش برای افزایش انگیزه برای ادامه دادن عادت سختی مانند تلاش برای عبور آب بیشتر از طریق یک شلنگ خم شده است. شما می توانید این کار را انجام دهید اما به تلاش زیادی نیاز دارد و تنش در زندگی شما را افزایش می دهد. در این حال ساده و آسان کردن عادتهایتان مانند حذف خم شدگی در شلنگ است. به جای تلاش برای غلبه بر ناسازگاری استحکاک در زندگی، آن را کاهش می دهید. یکی از مؤثرترین راه های کاهش استحکاک مربوط به عادتهایتان این است که طراحی محیط را تمرین کنید. ما در فصل 6 درباره طراحی محیط به عنوان یک روش برای ایجاد نشانه های بیشتر بحث کردیم. اما شما همچنین می توانید محیط خودتان را بهینه سازی کنید تا اقدام کردن ساده تر شود. به عنوان مثال، هنگام تصمیم گیری در مورد نحوه تمرین عادتهای جدید، بهترین کار انتخاب مکانی است که از قبل در مسیر روزمره شما قرار دارد. ایجاد عادتها زمانی آسان تر می شوند که آنها در جریان زندگی شما قرار بگیرند. اگر باشگاه ورزشی در سر راه محل کار شما باشد،
احتمال رفتن شما به آن باشگاه بیشتر می شود، زیرا استحقاق زیادی به شیوه زندگی شما اضافه نمی کند. از طرف دیگر، اگر باشگاه از مسیر رفت و آمد عادی شما خارج باشد، حتی اگر تنها چند خیابان فاصله داشته باشد، برای رفتن به باشگاه باید از مسیر عادی خودتان خارج شوید. شاید حتی مؤثرتر باشد که استحقاق خانه یا دفترتان را کاهش دهید. اغلب ما سعی می‌کنیم عادت‌ها را در محیط‌هایی با استحقاق بسیار شروع کنیم. ما سعی می‌کنیم رژیم سختی را دنبال کنیم، در حالی که شام با دوستانمان برای غذا خوردن بیرون می‌رویم. ما سعی می‌کنیم در یک خانه شلوغ و نامرتب کتاب بنویسیم. ما سعی می‌کنیم تمرکز کنیم، آن هم هنگامی که در حال استفاده از گوشی‌های هوشمندی هستیم که پر از حواس پرتی هستند. محیطتان را برای انجام آسان‌تر اقدامات آینده آماده کنید. اوسوالد یک توسعه دهنده فناوری اهل میسیسیپی است. او همچنین کسی است که توانایی آماده کردن محیط خود را درک می‌کند. او برای عادت‌های تمیز کردن از یک استراتژی به نام دوباره مرتب کردن اتاق استفاده می‌کند. به عنوان مثال، بعد از تماشای تلویزیون، کنترل را روی میز تلویزیون و بالش را در کنار کاناپه قرار می‌دهد و پتو را مرتب می‌کند. او وقتی از ماشین پیاده می‌شود، تمام زباله‌هایش را با خود بیرون می‌آورد. هر زمان که دوش می‌گیرد، در حالی که دوش گرم می‌شود، توالت را پاک می‌کند. همانطور که او اشاره می کند، بهترین زمان برای تمیز کردن توالت درست قبل از زمانی است که می خواهید دوش بگیرید. هدف از دوباره مرتب کردن هر اتاق صرفاً تمیز کردن پس از آخرین اقدام نیست، بلکه برای آماده شدن برای اقدام بعدی است. او می گوید وقتی به اتاقی می روم، همه چیز در جای درست خود قرار دارد. از آنجایی که من هر روز این کار را انجام می دهم، وسایلم همیشه در جای مناسب خود قرار دارند. مردم فکر می کنند که من سخت کار می کنم، اما من واقعا تنبل هستم. من فقط فعالانه تنبل هستم و این به شما زمان زیادی می دهد. هر زمان که فضایی را برای هدف مورد نظر خودتان سازماندهی می کنید، انجام اقدام بعدی را آسان می کنید. به عنوان مثال، همسر من یک جعبه کارت تبریک دارد که پر از کارت‌های مناسبت‌های تولد، همدردی، عروسی، فارغ التحصیلی و غیر است. هر زمان که لازم باشد، او یک کارت مناسب بیرون می‌آورد و آن را برای فرد مورد نظرش می‌فرستد. او در به یاد داشتن ارسال کارت‌ها فوق‌العاده است، زیرا استحقاق انجام این کار را کاهش داده است. راه‌های زیادی برای آماده کردن محیطتان وجود دارد تا محیطتان برای استفاده فوری آماده باشد. اگر می‌خواهید یک صبحانه سالم بخورید، از شب قبل ماهیتابه را روی اجاق قرار دهید و ظروف و وسایل لازم را که نیاز دارید دور میز بگذارید. وقتی از خواب بیدار می‌شوید، آماده کردن صبحانه آسان خواهد بود. می‌خواهید بیشتر نقاشی بکشید؟ مداد، خودکار، دفترچه ها و ابزارهای رسم را روی میز قرار دهید تا به آسانی در دسترس باشند. می خواهید ورزش کنید؟ از قبل لباس های ورزشی، کفش، کیف باشگاه و بطری آب را آماده کنید. می خواهید رژیم غذایی بهتری داشته باشید؟ در آخر هفته ها مقدار زیادی میوه و سبزیجات را آماده و آنها را در ظروفی بسته‌بندی کنید تا بتوانید در طول هفته به گزینه های سالم و آماده غذایی دسترسی داشته باشید. اینها راه های ساده‌ای برای ایجاد عادت های خوب در مسیر کمترین مقاومت هستند. شما همچنین می توانید این اصل را وارونه کنید و محیطتان را طوری تنظیم کنید تا رفتارهای بد را دشوار سازد. برای مثال، اگر بیش از حد تلویزیون تماشا می کنید، پس از هر بار تماشا کردن آن را از برق بکشید. تنها زمانی دوباره آن را وصل کنید که می خواهید برنامه مورد علاقه تان را تماشا کنید. این سازماندهی استحقاق کافی برای جلوگیری از تماشا کردن بیهوده را فراهم می کند. اگر این کار جواب نداد، می توانید آن را یک گام جلوتر ببرید.
پس از هر بار تماشا کردن تلویزیون آن را از برق بکشید و باتری های کنترل را بیرون بیاورید تا روشن کردن دوباره آن 10 ثانیه بیشتر طول بکشد. و اگر واقعا مصر هستید می توانید بعد از هر بار استفاده تلویزیون را از اتاق نشیمن بردارید و داخل گنجه ای بگذارید. شما این گونه مطمئن هستید که تنها زمانی تلویزیون را بیرون می آورید که واقعا می خواهید برنامه ای را تماشا کنید. هرچه استکاک بزرگتر باشد احتمال عادت کمتر است. من هر زمان که ممکن باشد گوشی را از زمان ناهار در اتاق دیگری می‌گذارم. وقتی گوشیم نزدیکم باشد تمام صبح را بدون هیچ دلیلی مشغول ور رفتن با آن خواهم بود. اما وقتی آن را در اتاق دیگری بگذارم به ندرت در مورد آن فکر می‌کنم. و استکاک به اندازه کافی بزرگ است که بدون داشتن دلیلی به سراغ آن نمی‌روم. در نتیجه هر روز صبح 3 تا 4 ساعت می توانم بدون وقفه کار کنم. اگر گذاشتن گوشی در اتاق دیگر به اندازه کافی مؤثر به نظر نمی رسد، به یک دوست یا اعضای خانواده بگویید تا چند ساعت آن را از شما پنهان کند. از همکارتان بخواهید تا صبح آن را در میز خود نگه دارد و در موقع نهار آن را به شما برگرداند. واقعا جالب است. اما باید بدانید که برای جلوگیری از رفتار ناخواسته استیکاک کمی مورد نیاز است. وقتی نوشیدنی را در پشت یخچال و جایی که نمیتوانم آن را ببینم قرار میدهم، نتیجه این است که کمتر می نوشم. هنگامی که برنامه های رسانه های اجتماعی را از گوشیم حذف می کنم، هفته ها طول می کشد تا دوباره آنها را نصب کنم. این ترفند ها یک اعتیاد واقعی را مهار نمی کنند. اما برای بسیاری از ما کمی استکاک می تواند تفاوت بین چسبیدن به یک عادت خوب یا داشتن یک عادت بد باشد. ما خواه به عنوان یک فرد، یک والد، یک مربی یا یک رهبر با تغییر رفتار مواجه می شویم و باید از خودمان بپرسیم چگونه می توانیم جهانی را طراحی کنیم که در آن انجام کار درست آسان باشد. زندگیتان را مجدداً طراحی کنید تا اقداماتی که بیشترین اهمیت را دارند اقداماتی باشند که ساده ترین کارها برای انجام دادن باشند. خلاصه فصل. رفتار انسان به دنبال قانون کمترین تلاش است. ما به طور طبیعی نسبت به گزینه‌ای که نیاز به کمترین کار دارد حرکت می‌کنیم. محیطی را ایجاد کنید که در آن کارهای درست آسان‌ترین کار باشد. استکاک همراه با رفتارهای خوب را کاهش دهید. وقتی استکاک کم است، انجام عادتها آسان می شود. استکاک همراه با رفتار بد را افزایش دهید. وقتی استکاک بالاست، انجام عادتها دشوار می شود. محیطتان را برای انجام آسان‌تر اقدامات آینده آماده کنید. مرسی از همه شما دوستان عزیزم که تا پایان این فصل هم همراه من بودید. لطفاً اگر کانال رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید، ویدیوها رو با دوستان خودتون هم به اشتراک بذارید و ما رو بهشون معرفی کنید و باعث رشد کانال بشید. و اگر پیشنهاد و یا انتقادی هم دارید لطفاً در قسمت کامنت ها برای من بنویسید.